دولت پاکستان به منظور جلوگیری از برگزاری تجمع اعتراضی حامیان عمران خان، نخست وزیر سابق زندانی، اقدام به مسدود کردن پایتخت اسلام آباد و قطع خدمات تلفن همراه کرد. این تجمع در ادامه اعتراضات اخیر برای آزادی عمران خان و علیه دولت ائتلافی جاری برنامه ریزی شده بود. مسئولان با قرار دادن کانتینرهای حمل و نقل در ورودی ها و خروجی های اسلام آباد به همراه گشت های گسترده پلیس و نیروهای شبه نظامی هر گونه تجمع در پایتخت را ممنوع کردند. وزیر کشور پاکستان محسن نقوی در کنفرانسی خبری تصریح کرد که اجازه نخواهد داد کسی وارد اسلام آباد شود و از حامیان عمران خان خواست تجمع را به تاریخ‌های بعدی موکول کنند. علی‌رغم این درخواست، عمران خان از حامیانش خواست که در دچوک محل نزدیک به پارلمان تجمع کنند و تأکید کرد که این نزاع به مرحله تعیین کننده وارد شده است. به دنبال این تحولات، مدارس در اسلام آباد و شهر همجوار راولپندی تعطیل و خدمات تلفن همراه در این مناطق قطع شده است. افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد همراه ما هستند. با توجه به قطع خدمات تلفن همراه و تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد، دولت پاکستان چگونه قصد دارد تظاهرات حامیان عمران خان را مهار کند و چه پیامدهای این محدودیت ها ممکن است برای کشور به همراه داشته باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نظرت سلام دارم خدمت شما استاد بزرگوار و همچنین بینندگان محترم این بخش از خبری. البته الانی که بنده دارم خدمت حضرت عالی صحبت میکنم، آقای علی امین گنداپور سروزیر دولت عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا که رهبری این تظاهرات ضد دولتی طرفداران عمران خان رو بر عهده داشت، ساعت پیش وارد اسلام آباد میشه و همکنون با حکم دادگاه دستور حکم جلب و بازداشت وی صادر میشه. خب این یک ضربه برای حزب آقای عمران خان که خودش هم در زندان هستش و تک تک مسئولانش در حال بازداشت، یعنی که علیهشون دارن پرونده سازی میشه. هرچند اوضاع نابسامان سیاسی پاکستان از زمان انتخابات جنجالی این کشور در سال گذشته همچنان در این وضعیت قرار داره. دولت مرکزی پاکستان بارها هشدار داده بود به حزب عمران خان که طی این چند روز اخیر، این چند هفته که پاکستان میزبان چندین رویداد بین المللی قرار بشه اینجا، دست به تظاهرات نزنن و اوضاع پایتخت نابسامانش، مثل اینکه جناح مخالف با تاکید بر حق مشروع خودشون برای برگزاری تظاهرات مطابق با قانون اساسی، این رویارویی همچنان بین جناح مخالف و حاکم ادامه داره و اکنونم با شنیده شدن بازداشت مرد شماره یک عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا در اسلام آباد، حکایت از تشدید این تنش‌های سیاسی بین جناح مخالف و حاکمیت هستش و اینکه تا روزهای آینده خبرهای خوشی در خصوص تثبیت اوضاع سیاسی یا کاهش این رویارویی‌ها وجود نخواهد داشت. بله، سپاس از شما. افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.